رئیس جمهور بایدن روز شنبه در مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پرو در کنار رهبران جهان حضور یافت. دوره رئیس جمهوری بایدن در ماه جنوری به پایان می رسد. در این سفر خداحافظیش بایدن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. ایالات متحده و چین روی برخی مسائل به شمول نظم جهان با هم در رقابت هستند. بایدن گفت او با آنکه همیشه توافق نظر با همتای چینیش ندارد، اما با همدیگر با صداقت رفتار نمودند. جو بایدن و شی جین پینگ در مورد رابطه کشورهایشان صحبت کردند. روابط ما در سطحی است که به نظر مهم است. این مکالمات باید از هر نوع منازعه جلوگیری کند و مسئولیت رهبران دو کشور است تا نگذارند که رقابت میان واشنگتن و بیجینگ به منازعه مبدل شود. چین و ایالات متحده باید علایق کلی جهان را در نظر بگیرند و بیشتر انرژی یقینی و مثبت را در جهان متزلزل برسانند. رئیس جمهور بایدن در گذشته رهبر چین را دیکتاتور لقب داده بود و شی جین پینگ ایالات متحده را منبع بزرگ هرج و مرج در جهان گفته بود. هر دو رهبر روی اهمیت ثبات جهان تاکید نمودند. طی 4 سال گذشته هر دو کشور در رقابت‌ها در برابر هم پیروز بودند. آنان پس از ملاقات در نشست سال 2022 در مجمع سال 2023 روی ارتباطات اردو با اردو توافق کردند. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، بیجینگ بیشتر انتظار سیاست‌های غیر قابل پیش بینی را دارد. در دوره اول ترامپ، جنگ تجارتی با چین آغاز شد. امسال او تهدید نموده است که بر 60% واردات چین مالیه وضع می‌کند، در حالی که 10 الی 20% اجناس جهان را چین فراهم می‌سازد. جک سلوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید به صدای آمریکا، در مورد موقف ایالات متحده در برابر چین چنین توضیح داد: ما در سراسر سکتور خصوصی با ابزارهای انکشاف همکاری ملی کار میکنیم و در بخش گسترده تکنولوژی، زیرساختها، انرژی، صحت و سایر پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم و چین یک نقش مهم بازی میکند. قرار است جمهور بایدن پس از مجمع اقتصادی لیما برای شرکت در نشست سران G20 بر ریو دی ژانیرو پایتخت برزیل سفر کند و در توقف کوتاه در منطقه آمازون برزیل در مورد تغییرات اقلیم سخنرانی خواهد داشت. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.